مطمئنا گفته میتونم که زنان برابر به اندازه مردم توانمندی کار در عرصه زندگی دارند و امیدوار هستم که این حق به زودی به زنان افغان داده شود و تا بتانند توانمندی خود و نه تنها در داخل کشور به تمام دنیا نشان بدن که چقدر توانا هستند. خانم ها تنها از نگاه تحصیل نه بلکه در همه عرصه باید تشویق شوند، چی اقتصادی باشه، چی عاطفی باشه، اجتماعی باشه، چرا که زن یک نقش بسیار مهم را در خانواده و در جامعه داره. سوال ما ایست که حق حقوق زنان مردا غاصب کردن، اینال باید از مردایی که از زن دفاع میکنن پرسان کنین که خانم خودتانه اجازه میتن بیرون برای اجازه میتن درس بخونه. چند نفری که از افغانستان گپ زدن من دیدم که از خودشون سوال نکردین که خانم شما بیرون مبرای کار میکنه، از او خاطر باید مردا از حقوق زنا رو برشان بته چون عقشان اونو غاصب کردن. این قسمت هم آرزو دارم که شما امید فردا گفتین، منتظر از این نشینیم که رژیم سقوط کنه. رژیم های مختلف آمد و سقوط داده شد، خودشان سقوط نکردن، توسط هم مراجع سقوط میکنن. این رژیم هم اگر سقوط نمیکنه باید برشان بفهمان آدم کلگی زنا باید مردا همگی برای مراجعی که تصمیم میگیرن گفته شود که اینا باید تصمیم مثبت بگیرن و به خانم ها حقشان دوباره بتن. ما فقط میخواستم یک مثال بتون برتون از ما کس مادر جانم در پسرم شیشته و اینا تحصیل نکردن، فامیلشان اجازه ندادن که تحصیل بکنن و هیچ خانم در فامیل مادرم تحصیل نکرده و بی‌سواد هسته. اما مادر جانم یک دختر داره که خودم هستم و بسیار مادرم کوشش کرد که من تحصیل کنم، کار کنم و در زندگیم زیاد پیشرفت کنم و من میخوایم اول از پیشش تشکری کنم که قضیات یعنی به من قدرت داد و یکی دیگه که خانمایی که خودشان نتونستن برشان هنوز امید است، میتونن دخترای خود بسیار سرشان کوشش کنن، میتونن دیگرها را کمک کنن. از مادرم و از تمام خانمایی که اینجا شیشتن، خانم برکزای، خانم صدیقی، تشکری میکنم که بر ما اجازه دادن که یک چیز از خود جور کنیم. تشکر. تشکر. Thank you.